سرخط مهمترین های امروز. آغاز بررسی ها در پیوند به یادداشت بحث برانگیز صهاب‌الدین مخکش. آیا پای قانون برای مبارزه با تبعیض باز می شود؟ با بی‌طرفی کامل با رعایت احکام قانون و رعایت انصاف بررسی خواهد شد. واکنش ها نسبت به بازداشت جوانی که بوتهایش را به سوی گلبدین حکمتیار پرتاب کرد. حزب اسلامی مخالفان سیاسی حکمتیار را نشانه رفته است. استخباراتی کړي سیاسی مخالفین دغه ټول چې د حزب دغه محبوبیت نشي زغملی دغه سیاو اقدام ته. بررسی راهبرد دونالد ترامپ برای جنوب آسیا در دهلی نو. دکتر عبدالله و وزیر دفاع آمریکا سخنرانان کلیدی این نشستند. استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، روابط دو جانبه هندوستان و همکاری های دو کشور در مبارزه با تروریسم به بحث گرفت. و پرهیز از توهین و جستجوی یک راه حل سیاسی خاص سازمان ملل متحد از کره شمالی و آمریکا. به نام خدا، سلام بر شما و مهمترین ها از یک در عصر شنبه. خوش آمدید، من رئوف اجمل هستم. دادستانی کل بررسی هایش را در پیوند به یادداشت تبعیض آمیز یک عضو ارشد ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری آغاز کرد. مسئولان این نهاد میگویند که این بررسی ها به گونه همه‌جانبه و با بی‌طرفی کامل انجام خواهد شد و با عاملان آن برخورد قانونی می‌شود. برخی فعالان مدنی میگویند که اگر این بررسی ها به گونه نمادین صورت گیرد، حکومتداری خوب در کشور با چالش روبرو خواهد شد. تعمیم شهید با جزئیات بیشتر. آغاز بررسی های دادستانی درباره یادداشت تبعیض‌آمیز یک کارمند ارشد اداره امور ریاست جمهوری. این بررسی ها پس از دستور رئیس جمهور غنی به دادستانی کل صورت گرفته است. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور رفتار، فکر و عملکرد تبعیض‌آمیز در تمامی عرصه ها به ویژه نهادهای حکومتی را به شدت محکوم می کند. حالا دادستانی کل به دستور رئیس جمهور بررسی هایش را در این بار آغاز کرده است. کارهای ما یعنی در اداره لوی سارمایی روی از این قضیه هم آغاز شده. موضوع به شکل دقیق، همه جانبه، با بی‌طرفی کامل، با رعایت احکام قانون و رعایت انصاف بررسی خواهد شد و آنچه که در جریان بررسی ها و در نتیجه تحقیقات به دست همکارای ما قرار بگیره، مطابق احکام قانون تصمیم پیرامون قضیه خاص و در روشنایی احکام قانون هم اطلاع رسانی خواهد شد. فعالان مدنی از حکومت به ویژه دادستانی کل میخواهند که این پرونده را به گونه همه جانبه بررسی کند. در غیر آن، وجود این اشخاص در نهادهای دولتی حکومتداری خوب را به چالش خواهد کشاند. اگر کارکردها همه جانبه باشه، اثرات بسیار گسترده سر تمامی نظام ملی ما میتونه داشته باشه. یعنی میتونه قناعت شهروندای افغانستان و خوشبینی شهروندای افغانستان نسبت به حاکمیت ارتقا ببخشه. در غیر از او، اگر تحقیقات نمادین باشه و رسیدگی به تمامی ابعاد و زوایای این مسئله و تمامی افرادی که این گونه تفکرات و دیدگاه ها و روی کرتا داره، اگر به اینا دقیقا همه جانبه رسیدگی صورت نگیره و نمادین برخورد شود، طبعا اعتبار دولت افغانستان نمیتوند دوباره اعاده شود. برخی نمایندگان مجلس میگویند که دادستانی باید بررسی هایش را درباره تمامی کارمندان اداره امور به ویژه کسانی که در این پرونده دست دارند آغاز کند. ما مثال زنده، ما رئیس یک اداره هستم. چگونه یک مامور ما میتونه بدون اجازه ما چنین یک طرحی را که میتونه افغانستان را دچار بحران بکنه، این طرح عملی بکنه یا دم اداره جرأت بکنه که این را مورد به اصلاح بحث قرار بده. در یادداشت افشا شده که به صهاب‌الدین مخکش معاون ریاست نظارت و ارزیابی اداری امور ریاست جمهوری منصوب شده آمده است که شهروندان غیر پشتون افغانستان به شکل نمادین در این اداره مقرر شوند و نیز در بخش این سند از چند کارمند پشتون اداری امور نام برده شده که از آنان حمایت صورت گیرد و مجوز ورود به ارگ ریاست جمهوری تنها به کسان داده شود که قابل اعتماد باشند. اما پس از نشر این یادداشت، صهاب‌الدین مخکش از مقامش کنار رفت. حالا همه منتظرند تا دادستانی کل در مورد این رسوایی بزرگ چگونه اقدام میکند.
فردی که دیروز هنگام خطبه نماز جمعه در مسجد جامع هرات به سوی گلبدین حکمتیار کفشایش را پرتاب کرد، هنوز هم در بند ریاست امنیت ملی هرات به سر می‌برد. فعالان جامعه مدنی هرات خانه آزادی این جوان هستند و می‌گویند او خواسته اعتراضش را در برابر کارکردهای گذشته آقای حکمتیار ابراز کند. حزب اسلامی می‌گوید این فرد به دستور مخالفان سیاسی حکمتیار و حلقات استخباراتی دست به چنین کاری زده است. گلبدین حکمتیار نیز پس از این رویداد میگوید چون این حرکات افغانستان را به سوی آینده تاریک میکشاند. سجاد محمدی گزارش میدهد. پرتاب کفش روش تازه برای ابراز خشم و اعتراض در برابر سیاستگران در کشور. گلبدین حکمتیار نخستین سیاستگر و رهبر پیشین جهادی در کشور است که این گونه از سوی یک شهروند با پرتاب کفش مورد اعتراض قرار می گیرد. کفش دومی به صورت آقای حکمتیار برخورد می کند. این رویداد برای مدت جریان خطبه نماز جمعه را برهم زده، هرچند پسانتر نماز جمعه برگزار شده است. این رویداد دیروز در مسجد جامع هرات هنگام سخنرانی آقای حکمتیار صورت گرفته است. فعلا فردی که بازداشت شده تحت نظارت قرار داره تا اینکه ببینید پیرامون ای چی فیصله صورت میگیره از طرف ارگانهای عدلی و قضایی. شهروندان هرات هم درباره این رویداد دیدگاه های گوناگون دارند. یکی از کسایی بوده که از کارکرد گذشته آقای حکمتیار دل پردردی داشته و خواست به نحوه منعکس بسازه که از آقای حکمتیار راضی نیه. مهمان مردم هرات بود و باید قدر میشد، عزت میشد، نه که بی احترامی صورت بگیرد. واکنش آقای حکمتیار و نزدیکانش هم درباره این رویداد این گونه است. در حق ما بیش از هر کسی دیگری جفا شد. ما حاضریم به کسانی که به ما جفا کردن عفو کنیم، ولی میگیریم که یه دیر تحمل اینم ندارن که با سیی سب حرفای ما رو بشه، حرفای برادرانه و مبتنی بر دلسوزی ما رو بشه. مطمئن باشیم که با این حرکتهای غیر اسلامی و غیر انسانی به سوی آیندی تاریکتر بشه. دیو چاپ واسطه باندې یو ډیر معمولی کس واسطه باندې استخباراتي کړي سیاسي مخالفین دغه ټول چې د حزب دغه محبوبیت نشي زغملی دغه سیاو اقدام ته لاس ورته کوي. سید عبدالواحد هاشمی جوان است که کفشهایش را به رسم اعتراض به سوی گلبدین حکمتیار پرتاب کرد. او از دیروز تا اکنون در بند ریاست امنیت ملی هرات قرار دارد. خانواده‌اش نمیخواهد در این باره صحبت کند. برخی ها گفتند که این جوان از سوی نگهبانان گلبدین حکمتیار مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در این تصویر پس از بازداشت نیز دیده می شود که سر سید عبدالواحد هاشمی بسته است. این جوان که فعلا هنوز در بند نیروهای امنیتی هست، باید بگم که نیروهای امنیتی مطابق به قانون باید با این برخورد کنند و تا حالک میگرم او آزاد می شد و ما خواهان آزادی از او هستیم. اتحادیه حقوقدانان بازداشت سید عبدالواحد هاشمی را از سوی امنیت ملی غیر قانونی می‌داند و می‌گوید باید پلیس و نهادهای عدلی و قضایی به این موضوع رسیدگی می‌کردند. این اتحادیه تاکید دارد باید بررسی شود که انگیزه پرتاب کفش از سوی این جوان به سوی گلبدین حکمتیار چی بوده است. ممکن او یکی از قربانیان جنگ‌های داخلی بوده و گزینه دیگری برای ابراز خشمش نداشته است. با اساس قانون جزای افغانستان توهین و افترا و مسائل حقوقی جواز نیست، اما فعالیت‌های مدنی استثناء هستند. باید دیده شود متناسب با این که چی کسی بوده، آیا به عنوان یک قربانی ناشی از جنگ‌های داخلی بوده که به هیچ عنوان دیگری دسترسی به عدالت نداشته و تنها راهی را که میتوانست ممکن هست به نحو وجدان خود آرام بسازد ابراز احساسات خود در برابر یک رهبر توسط یک بود هست. حزب اسلامی و پلیس هرات لتوکوب سید عبدالواحد هاشمی از سوی نگهبانان آقای حکمتیار را رد می کنند. در روز دوم سفر آقای حکمتیار نیز شماره شهروندان هرات دست بر راهپیمایی اعتراضی زدند. گلبدین حکمتیار پس از دو دهه دوری از افغانستان و برگشت به کابل در نخستین سفر ولایتیش به هرات رفت.
سفر 5 روزه‌ای که پایان تلخ و پرماجرایی داشت. راهبرد دونالد ترامپ برای جنوب آسیا در یک نشست بزرگ در دهلی نو به بررسی گرفته می شود. در این نشست دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، وزیر دفاع آمریکا و مقام‌های هندی اشراک خواهند کرد. همزمان با این سفیر افغانستان در دهلی نو نقش نظامی هند در افغانستان را رد کرده است. به شهمد خاصانی. به تازگی نخست وزیر پاکستان از نقش نظامی هند در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اکنون شهیدا محمد عبدالی سفیر افغانستان در دهلی جدید به شدت سخنان نخست وزیر پاکستان را رد کرده است. همزمان با این راهبرد جدید دونالد ترامپ درباره جنوب آسیا در یک نشست بزرگ در دهلی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در روزهای آینده دکتر عبدالله عبدالله و وزیر دفاع آمریکا نیز به این سفر خواهند کرد. آقای عبدالله در یک نمایشگاه تجارتی که به اشتراک دست کم 600 شرکت هندی و افغانستان برگزار می شود نیز اشتراک می کند. در پهلوی اشتراک در این نشست تجارتی رئیس جمهوری با صدر اعظم هندوستان و با تعداد دیگه از مقامات و مسئولین کشور دیدار و ملاقات خود داشتند و در این نشست ها طبعا آخرین تحولات منطقه، استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و جنوب آسیا، روابط دو جانبه هندوستان و همکاری های دو کشور در مبارزه با تروریسم به بحث گرفته خواهد شد. به باور اعضای مجلس نمایندگان، هر تلاشی که منجر به ریشه‌کن‌سازی عراس افغانان و تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه شود باید مورد استقبال قرار گیرد. موږ کومک ته ضرورت لرو، شدید ضرورت لرو، د این کومک تم ضرورت لرو، د امریکا کومک تم ضرورت لرو، نو که هر ملک مر سره کومک کوي که موږ ضرورت لرو. زه داسې ناستو ته امیدواری لرم. نشست هندوستان هم طبیعتا هندوستان هم یکی از کشورهایی هست که در مقابل با توریسم استاد هستن، بدون شک نتیجه بخش خواهد بود. بر بنیاد راهبرد جدید دونالد ترامپ باید تمامی پناهگاه های عراس افغانان در خاک پاکستان نابود شود، ولی پاکستانی ها همواره موجودیت عراس افغانان در خاکشان را رد کرده اند. کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات دستور کارشان را از ریاست جمهوری میگیرند. مجلس نمایندگان با انتقاد از مداخله های حکومت در کار کمیسیون های انتخاباتی میگوید رهبران حکومت در تلاش مهندسی انتخابات پیشرو به نفع خودشان هستند. شماری از قانونگذاران دو دستگی و فساد اداری در میان کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی را نگران کننده میدانند و تاکید دارند که اگر شناسنامه های برقی به زودی توزیع نشود ممکن انتخابات پارلمانی در سال پیشرو پر از تقلب برگزار شود. اماده روسایی گزارش میدهد. از آغاز به کار کمیشنران کمیسیون های مستقل انتخاباتی نزدیک به 10 ماه میگذارد. انتقادها از نحوه کار این کمیشنران همچنان ادامه دارد. اینجا در مجلس نمایندگان گفته های وجود دارند که دو دستگی در کار کمیشنران وجود دارد و این سلامتی انتخابات را زیر پرسش میبرد. کمیسیون های انتخاباتی که مردم توقع دارند تا این کمیسیون ها در آینده نزدیک انتخابات شفاف، عادلانه و فراگیر در افغانستان برگزار بکنه، اینها در میان خود مشکل داشته باشند، چگونه مطمئن باشه مردم افغانستان که انتخابات آینده بدتر از انتخابات گذشته به پیش نره؟ اینها دو دسته شدن. با دو دسته چه طوری است که کمیشنرانی که از ولایات محرومند به انزوا قرار گرفتند و اونهایی که وابسته به قدرت و ارگ هستند قدرت نمایی میکنند و فکرشان به این مسئله است که میخواهند که از حالا انتخابات را مهندسی بکنند. کمیسیون انتخابات که مشکل او هلته په یو بل باندې تور لګول کېږي، نو د ملت او د خلکو تشویش دا دی چې آینده انتخابات به څنګه ترسره کېږي، آیا همدغسې د وحدت ملی د حکومت په شان باندې عمل ته هم چوکۍ تقسیم سوي دي او د همغه پر اساس به خلک راځي. مداخله های حکومت نیز در کار کمیسیون های انتخاباتی در اینجا به باد انتقاد گرفته می شود. معاون نخست مجلس نمایندگان ادعا می کند که کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی دستور کارشان را از سوی حکومت می گیرند. وضعیت براستی نگاران کننده است. از طرف هر ریاست جمهوری به اونا دستور داده میشه، حتی سرلستا کار میشه تا جایی که ما معلومات داریم، ولی باز وقتی که به تالار تشریف آوردن هر رقم سوال شجاع بتیم. شماری از قانونگذاران خواستار بیدرنگ توزیع شناسنامه های برقی هستند.
این قانونگذاران هشدار می‌دهند که اگر شناسنامه‌های برقی توزیع نشود، انتخابات پارلمانی در سال پیش رو پر از تقلب خواهد بود. تقلبات پیش رو هست، باز صندوق‌ها پر میشه، باز مملکت با بحران میمانه. بنابراین سر حکومت وحدت ملی سر ربا چی دیگه به مردم تعهد دادین وفا کنه، بعد خود به مردم وفا کنه، توزیع تذکره توزیع کنه، دیگر قابل بر ما نیست. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه کمیسیون مستقل انتخابات را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این نهاد حاضر به گفتگو با ما نشدند. کمیسیون مستقل انتخابات در حال 16 سرطان سال پیشرو را زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام کرده است که تا کنون این کمیسیون زمان ثبت نام رای دهندگان، ثبت نام نامزدان انتخابات و دوره پیکارهای انتخاباتی را مشخص نکرده است. چیزی که بسیاری ها کمیسیون های انتخاباتی را برای مدیریت انتخابات پیشرو به ناتوانی نیز متهم می کنند. وزارت امور داخله صلاحیت پیگرد بسیاری پرونده های خشونت با خبرنگاران را ندارد. رئیس کمیته مشترک رسانه ها و حکومت دخیل بودن برخی مقام های بلند پایه دولتی در این پرونده ها را یکی از عامل های این ناتوانی می گوید. از سوی هم در یک ماه گذشته 20 مورد خشونت با خبرنگاران ثبت شده است. کمیته مشترک رسانه ها و حکومت می گوید به برخی از این پرونده ها رسیدگی شده است، اما برخی های دیگر به دلیل بلند بودن سطح تهدید هنوز هم زیر بررسی قرار دارد. خشونت بر ضد خبرنگاران هنوز همراه سعودی را طی می‌کند. کمیته مشترک رسانه‌ها و حکومت می‌گوید از میان 172 مورد خشونت که در سال‌های اخیر ثبت شده است، 69 مورد آن از سوی مقام‌های بلندپایه حکومتی صورت گرفته است که وزارت داخله هم توانایی پیگرد آنان را ندارد. 69 قضیه دیگه از جمله 172 قضیه مربوط میشه به خشونتی که برخی از مقامات انجام دادن که وزارت داخله میگه صلاحیت پیگیریشان را نداره. مثلا قضات شامل هستند این قضایای خشونت، یا سارنوالا شامل هستند این خشونت، یا اعضای شورای ملی شامل هستند این خشونت. وزارت داخله میگوید دادستانی کل، دادگاه عالی و شورای ملی که در مورد رسیدگی به پرونده های خشونت بر ضد خبرنگاران مسئولیت دارند، باید با این اداره همکاری کنند. 69 قضیهش مربوط ادارات میشه که اونا باید همکاری داشته باشند در امرزی که مورا نتیجه شه. با کمیته شریک بودیم که شامل امنیت ملی افغانستان میشه، سر محکمه میشه، سارنولی میشه که معلومات ما در اختیارشون قرار دادیم. از سوی هم تنها در یک ماه گذشته 20 مورد خشونت بر ضد خبرنگاران در کشور ثبت شده است. با آنکه همه این موارد تهدید بوده است، اما کمیته مشترک رسانه ها و حکومت نتوانسته به دلیل بلند بودن سطح تهدید برخی از این پرونده ها به آن رسیدگی کند. یک تعدادش به شکل شده که متضرر براءت داده، ابرا داده، پیگیری نکردن، ولی یک تعداد قضایای دیگه زیر کار هستن، مثل قضیه تهدید 3-4 تا از همکارای خبرنگارای ما در هلمند که مورد تهدید بسیار جدی گروه تروریستی قرار دارد. این در حال است که رئیس جمهور به تازگی همه جریمه های مالیاتی رسانه ها را بخشیده است، اما تاکید کرده است که رسانه ها باید قرض های مالیاتیشان را تا 7 سال آینده به قسم قسط بپردازند. تمام جریمه ها بخشیده شدند و در پهلویش تمام مالیات های به تعویق افتاده که این مالیات ها هم بالغ بر صدها میلیون افغانی می شد. این مالیات ها چون از لحاظ قانونی امکان بخشش و عفوش نیست، این مالیات ها هم به صورت قسط ماهوار 7 ساله در حکم ریاست جمهوری تنظیم شد. خشونت بر ضد خبرنگاران در کشور چیز تازه‌ای نیست. بارها خبرنگاران از سوی هراس‌افگنان، نیروهای امنیتی و مقام‌های بلندپایه حکومتی تهدید شدند. نوبت فرصت پایانی به خبرهای ورزشی این ساعت. 8 روز از بازی‌های داخل سالن ترکمنستان با کسب 1 مدال برنز تیم ملی سنوکر ادامه یافت. سالم محمد و رئیس خان که در بخش تیمی اشتراک کرده بودند در برابر ایران مغلوب شدند و به مدال برنز قناعت کردند. قرار است این ورزشکاران کشور فردا در بخش انفرادی 15 بال به میدان بروند. ظاهر نوری با جزئیات بیشتر. در 8 روز از بازی‌های داخل سالن آسیا در ترکمنستان، کاروان ورزش افغانستان با کسب 1 مدال طلا، 1 نقره و 8 برنز در جایگاه 23 آسیا قرار دارد.
در روزهای نخست این پیکارها حسین بخش سفری در رشته جوجتسو با پیروزی در برابر حریفان از ترکمنستان و قرقیزستان توانست مرد طلای افغانستان لقب بگیرد. دومین مدال نقره توسط جاوید در رشته ورزشی سامبو کورش به نام افغانستان رقم خورد. شاید انتظار تمام مردم افغانستان بیشتر بر کاروان تیم ملی تکواندوی افغانستان بود، اما برخلاف انتظارها هیچ یک از ملی پوشان این رشته در این بازی ها به مدال نرسیدند. تیم ملی مویتای که پیشینه خوب در مدال گرفتن داشت در این بازی ها تنها دو مدال برنز توسط حیات الله خیری و زهره رضایی به دست آورد. در بسکتبال سه نفره که افغانستان در اولین بازیش اردن را شکست داد، در دو بازی بعدی در برابر قطر 22-8، در برابر ساموا 21-18 تن به شکست داد. در رشته کورش افغانستان همچنان خوب درخشید. میرویس عمرخیل در وزن 100 کیلوگرم در اولین بازیش توانست حریف هندی را 10-0 ببرد و در دومین رقابت در مقابل حریف از ترکمنستان پیروز شود و به نیمه نهایی راه یابد. در این مرحله از حریف ایرانی مغلوب شد و به مدال برنز رسید. اما ملی پوشان فوتسال کشور تا اینجای کار خوش درخشیدند. افغانستان در بازی نخست چین را 6-1 از پیش رو برداشت. در دومین بازی با نتیجه مشابه مالدیف را زمین گیر کرد. در سومین بازی ملی پوشان کشور به دور از باور ازبکستان نایب قهرمان آسیا را 4-2 شکست دادند و گام قوی را برای سرگروهی در برابر امارات برداشتند. افغانستان 4-3 در برابر امارات به پیروزی رسید و با عنوان سرگروه راهی مرحله 1/4 نهایی این رقابت ها شد. سالم محمد محمدی و رئیس خان سنزای سنوکربازان کشور در بخش گروهی به مدال برنز رسیدند. این ملی پوشان در مرحله نیمه نهایی نتوانستند از سد ایران بگذرند و تن به شکست دادند. قرار است آنان فردا در رقابت 15 بال در بخش انفرادی به میدان بروند. و تا سنگ خبر ورزشی ما این که بازی تیم ملی فوتسال کشور در برابر ترکمنستان میزبان همچنان در جریان است و تا 5 دقیقه مانده و پایان این بازی افغانستان با نتیجه 4-3 پیش است. افغانستان در صورت پیروزی در این بازی به دور نیمه نهایی راه پیدا می کند و در برابر ایران مساف خواهد کرد. و به این گونه می رسیم به پایان مهمترین های امروز. ممنون که با یک هستید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.